خب بازی قبلی که خراب کردم، برم یه دسته دیگه امتحان کنم. فقط کانکشنم قطع نشه از این بازی راضیم. خب این زمین خوبه، اگه تیممونم خوب باشه که دیگه. آروم بر، نه 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 نه. خب یه پرش زشت، یه بک فیلیپ اشتباه، یه پرش اشتباه دیگه. ضربش رو هم میزنه با کنش خوب از محمد دوار. قشنگ یه بازی کن، ببینیم که با این توپ چی کار میکنه. یه سانتر، یه سانتر، خودم خود کنم تا ببینم هم تیمیام. بله هیچ کاری نمیتونم بکنن. توپ کمانه کرده به سمت دروازه خودی، یه پرش و یه سیو قشنگ. به هر حال بازیکنی که سالهاست داره تو این کلاب توپ میزنه، یه پرش و ضایع میشم به قشنگی هرچه تمامتر. باریکلا کلوزوان. نه 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 نه. واو what a save man. عجب سیوی میکنه این بازیکن. اصلا هیچکی تشویقم نکرد، نو پرابلم. خب یه واو، فکرش نمی کنم از اونجا بیاد به این قشنگی. وات سیو، عجب سیو قشنگی کرد بازیکنمون. واقعا باید بهش تبریک و تشکر بگیم. علی دایی ببینیم از این زاویه میتونه کاری بکنه یا نه. ای وای من به سمت دروازه خودی دارم میرم. خود علی دایی هنوز صاحب جزو یه برنامه است، اینا همش یه برنامه است. حسین کبی پا به توپ و توی دروازه. متاسفانه نتیجه رو یک بر هیچ میکنه حسین کبی. اندو بازی رو دوباره شروع میکنیم و نه، هیچ موقعیتی رو دست نمیاد از این حرکت بی خود. باید بچه ها برگردم به دفاع. نزدیک بود، واقعا نزدیک بود. آیا توپ گل میشه یا نه؟ نه، یه دفاع قشنگ از حریف، یه پرواز قشنگ از علی دایی و توپ رو از دست میده. توپ رو از دست میده و همین حرکت باعث گل دوم میشه که نشون میده این تیم چقدر جای پیشرفت داره هنوز. اشکان دژاگه، ببینی بچه ها میتونن از این توپ موقعیتی ایجاد کنن یا نه. بله توی دروازه. من فکر کردم خودم ضربه رو زدم، ولی مثل این که یکی از بچه ها، بله نصرتی این ضربه رو میزنه که اصلا فکرشو نمی کردیم. بقا قشنگ بود. ببینیم در 12 ثانیه باقی مانده میشه گلی رو به ثمر رسوند و بازی رو مساوی تموم کرد. نه وای و گل گل تساوی برای تیم ملی فوتبال کشورمون. زن ها واقعا باور نکردنی. ببینیم دوباره این دیدار و باز هم نصرتی، نه ببخشید نصرتی نبود، اشکان دژاگه این گل رو به ثمر رسوند. واقعا متشکریم از این بازیکن که در آخرین لحظه بازی، حالا علی دایی دروازه رو
مواظب هست که توپ ازش عبور نکنه. ببینیم. نه علی دایی مثل این که بهتره به همون دروازه خودش برگرده تا ببینیم از این موقعیت حریف گلی به ثمر نرسونه. وای باور نکردنی، علی دایی هم در جلو خراب میکنه یک موقعیت رو، هم در دروازه. ببینیم که با برخورد با نصرتی این بازی 3-2 تمام میشه. بازی خوبی بود، خسته نباشید. میگیم همین بازیکنانی که واقعا زحمت کشیدن و بینندگان عزیز، خدا نگهدار.